البنده ی حقیق یک نفر در یک خانواده ای که پدرم عالم نبود و چیز نبود یک چیز از اهل خانه العلم نبود من یک مقدار چند کلمه درس خوانیم و بحث و چیز کردیم در نظر مثلا خداوند لطف کرد یک مقداری برای من قدرت و قوتی داد حالا این کتاب را که حقیر نوشته کردم بارها گفتم که چیزایی که من اینجا نوشتم هر کس میتوانه اشکال کنه بیاید اشکال کنه ولی که اشکال تا هنوزی کسی نتوانسته علما مطالعه کرده طلاب مطالعه کرده هر کس مطالعه کرده نتوانسته کسی اشکال کنه که یعنی منطقی نیست دود اما خیلی علمای بزرگ را از علما از خود مرحوم استاد را آیت الله خیلی نظراتشان بسیار در اینجا رد شده از مرحوم آیت الله حکیم از مرحوم شهید صدر از بقیه علما خود زیاد نقل شده کسی پیدا نشده که بگه اینی می حرف شما در اینجا ضعیفه فلان عالم که نظر داده نظری دو قویه این حرف رو کسی پیدا نشده خب و حالا که یک افغانی که از خاندانی که اهل علم هم نبوده اون ما یک مقدار چند کلمه دست دادیم خدا لطف کرد خدا گویا نعمت خود رو ادا کرد این که عرض میکنم نه از باب تزکیت و مدل نفسی که بیان از باب با اما به نعمت رب کف حدیث نعمت پروردگاری تو اون مقداری که فهم و درک به ما داد که توانستیم چیزی بنویسیم که موردی مردی عند العلماء باشه کسی بالایش اعتراض نتوانه اشکال نتوانه ای گوی نعمت پروردگاره اما به نعمت ربک فحدیث نعمت پروردگار خود رو حدیث کن بنده خود حقیر و ناچیز هستم اینها از موهبت های خداوند تبارک و تعالی است سلام ای غروب غریبانه سلام ای طلوع سحرگاه رفتن سلام ای غم لحظه های جدا خدا حافظ شعر شب‌های راه